کنی که نمیشه آخه. همه میرن راست میره چپ. آخه تو چیکارایی که کات میدی؟ خسته ای؟ حال نمی کنی؟ کم قرارداد بستی؟ چته؟ از پس نقش بر نمیاد چون گردن اینا اون میندازی؟ آره آقا من از پس این نقش بر نمیام. به فکر یه بازیگر دیگه باشید. فکر کردی کی هستی که داری با من اینجوری حرف میزنی؟ ای قرارداد قرارداد نکن. من هر کی هستم کارمو خوب بلدم. 20 روز ما اینجا هستی که نمیدونی چی تو سرت میگذره. دعواش. تو با من قرارداد داری. هر چی که من میگم باید انجام بدی. حقم نداری کارت بدی. من که اینجا همیش نیستم که. شما آروم باش. آقا بفهم. من درستش میکنی. بفهمش شما. بشین. آقا ببین. آقا چونه من وایسا. آقا برم کارت نکن. ببین منو. آقا احسان نکن. آقا جان من چاکرتم. من مخلصتم. ببین میذار شرایط درک کنی. من اونجا من کوچیکم. عزیز من چهار ساعت نشستم زیر گریل. خسته شدم دیگه. تو این لباسای میکی موس پدرم در اومده خودش نشسته رو صندلی زیر سایه ادای تیم برتون واسه من در میاره. میدونم سخته نگران دیگه میخواد فیلمش جذاب باشه. تقریبا تو قیام میخواد میگه قرارداد من شما قرارداد نبستی. چرا قرارداد بستیم ولی سخت نگی دیگه ببین. نگران بنده خدا. اصلا من نخوام این نقشو بازی کنم کیو بازی بدم. عزیز دلم تمام پولیم که گرفتم برمیگردم تمام شد رفت. شما حرفه‌ای هستی این حرف ازت بعیده. بابا خسته شدم دیگه بس دیگه. به من چرا تو این کار تایید کننده هم هستی؟ نگران یا آره بابا تو حال نه نه بازگرم خسته هست امضا تو این بری قربونم شما چی میگی مثلا اینو بدم ببین هر کاری داری انجام بدین من دوباره نمیتونم یه روز دیگه مدرسه رو تعطیل کنم ها نگران نباش نیم ساعت دیگه برمیگرده بعدم فردا پنجشنبه است پس فردا هم جمعه است ای بابا خب باشه از اول قرارمون یه روز بود برای من مسئولیت داری یادت نره اینجا مدرسه منم هست منتظر تو دارم میگم بیا بابا برو من میارم من نمیری کلاف از من میارمش دیگه ای بابا گیری داده اینم کارگرانو گیر داده بود نه داشتم نگاه میکردم الهی در بابا الکی کات میده من دیدم چیزی هم بارش نیست کارتون سخته ها نه شما ناستیروس نوکرت هم از همکارتون هستم یعنی یه چند تا این تبلیغات آلوچه و آلوقیسی و اینا تلویزیون بازی کردم دورم کامل بازیگری بزنم راه نداره منو با خود ببری از نمی کنم خواست اینو رو نهاری آشنامه شده داری کارگرده ما هم دستانو بند کنی من خدایی تو فامیل همه میگن خیلی دلغکی خدا های کلی سوپر مارکت این طرفه کجا هست؟ سوپر اونجا رو بخوانم چیز رسد بگیرم؟ نه مرسی خود یه انرژیزا و آخر جون بگیری ها مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال مشکی یا زهر فرق نمی کنه مشکی This mission can be done by you. Backup will be sent if necessary, and then you can take out Kazemi and Asafi. Then take care of Ahmed Kiazal and Amir Aformach, who is the chief, and also General Mohammed Kiani. If enough ammo is left, I want you to shoot both Marjan Gamari and Mahdi Hashemi. Don't wait for backup. Understood? These four people are top-notch. Private Uman Bardabat. Inspector Laden Tabatabai. If enough ammo is left, General Shahram Qaidi. They have direct contact and have been spotted together many times. High Commander Chief Ali Saleh. Do not forget the name Ali Saleh. He is the leader of the whole organization and controls Shahram Qaidi. Now, Iriza Muzaffari, you have a hard time ahead of you. Keep your eyes open and don't get wasted.
ببینمت. باز این اینه که مسخره زدی به چشمت؟ بده به من. اونی که تو گرفتی نمرش غلطه. چشامو اذیت میکنه. بی خود بهونه نیار. عین همینه. بدش من ببینم. برو عوضش کن. بالا جا گذاشتمش. باشه بعدا. بده من بابا. بده من. بگیر. بیا. بگیر اینو. همین عینک مینکا رو میزنی که کسی باد قرارداد خونه نمیبنده دیگه. چه ربطی داره؟ بگیر. ببینش. ببین چی کار میکنه. بچه. ببینم میتونی این سفر رو به هم بریزی؟ بچه تو نمیگی یه موقع آقا شهرامتون چشمی نگاه کنه بدبخت شدی؟ بابا جونم اون که الان خونه نیست سر کار آقا رو بابا جان من جان من دست باره ببینم چه خبر جان من بابا اونقدر لفتش بدین تا آقا شهرام دوباره زنگ بزنه یه کاری برام بهتر شد بابا من بهش نگفتم داریم میریم شما مگه مدرسه چه خبره مامان چون باور کن چرا 5 دقیقه تو ماشین هم تو مدرسه فیلم برداریه مگه مدرسه تعطیل نیست چرا ولی میخوام ببینم دارن چی کار میکنم میخوام یاد بگیرم باور کن سر 5 دقیقه تو ماشین خب صبح یه زنگی بهش میزدی میگفتی داریم میریم شمال که تا اونجا دلمون نچنده فکر میکنه ای با شهرام میگفتم میگفتش برید خوش بگذره رسیدی اونجا به من اطلاع بده دل واپس نشم آره بابا رسیدیم بابا جان سروش نگردار بابا خیلی خب بابا چیکار کنم خانم نگه دارم آره دیگه نگه دار فقط یادت باشه اگه سفرمون کنسل شد نگید کی مقصر بود خودتون مقصر بوده اصلا بچه کجاست با سروش کجا غیبت زد دیوانه این بچه هست بزرگ کردی؟ دیدی؟ بادو برو زود بیا ببینم زهره ترک شدم فکر کردم کجا رفتی سلام کجا؟ میخوام برم ببینم تو چه خبره اسم شما که تو لیست بازیگران نیست میخوام برم مدرسم امروز مدرسه تعطیل ما را مدرسم و کلوچا ما صبح تا دادی مجیدش میگه نمیذاره سلام علیک بکنن نرسیده خبر تو عزیز جان من که گفتم نیم ساعت دیگه همشون میان بیرون میدونه خب بیام بعد خدافظی کنیم دیگه سلام نبا بکنم که وقتی اومدم بیرون باهاش خدافظی کن جان این سریارو دیدی آره بس بچه‌ها چی نرم سن سر اینو یه جور تو مجونه تو میبینی؟ بچت گفت میرم 5 دقیقه برمیگردم. چی بگم والا؟ این سرسویی چه؟ نه پسرم زامنو. خب به چه درد نمیخوره؟ ببین پسر جون اینو که بکشی جلوی دوربین یه دود کوچولوی زرد جمع میشه مثل فیلمای فانتزی. آره. واخه این گنده به چه درد میخورن؟ اینا خیلی خطرناکه. عقب بشین واسه فیلمای جنگی و خطرناک بشین. بشین عقب. بشین بابا. ای جان بخند بخند آی والده بچه دو ماهشه ولی صدای باباشو میشنوه آروم میشه آروم میشه ها خدا حفظش کنه سلامت باشی معذرت میخوام این کار شما تا کی طول میکشه حظ میکنم خدمتتون بودم میخوای برم دنبالش نه بابا اون وقتی که باید بفرستم بیاد دنبال تو بذار خودش برمیگرده جمعشو چی میکنه؟ میخوانم جمعه نیمه کوک بزنه باشه چشم صورتشو که نمیخواد درست کنم نه 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 تو مانیتور چک کردم مشکل نداره باشه از سینا خبر داری؟ کی؟ سینا؟ چه خبری؟ چه اشکال داشت جای یکی از این بچه ها سینا میمون کلی هم واسه روحیش خوب بود تو رو خدا دست دستی بچه منو روانی نکن خطرناکه یعنی چه؟ پسر جان این واسه فیلمای جنگی خیلی هم خطر داره عقب‌تر بشین دستت هم درد نکنه خیلی هم درد نکنه باریکالله ببین عزیز من این شخصیت باید خیلی لطیف و دوست داشتنی باشه تا بچه ها باش ارتباط برقرار کنن مخاطب کودک خیلی باهوشه و تو به هر دلیلی اگه راضی نباشی نقش بازی کنی فیلم در نمیاد واسه خودت هم بد میشه خیلی پر انرژی قوی
آماده باشی میریم زبط؟ بگیریم، منطقه من درونم نمیتونم تغییر بدم، سعی میکنم تکنیکی بازی کنم. تو اون تکنیکت خب آماده این بریم زبط؟ مرسی. آماده تو چطور رفتی تو؟ تو فیلم برداری هستی. بودو بینم کجایی بعد تو؟ بشی بودو دیگه، رفتی فضولی تو کردی اومدی؟ بریم. چی بود؟ راجبه هیروشیما دارن فیلم میسازن؟ نه خیلی دارن فیلم برداری میسازن. موبایلت. آخ بدبخت شدی. این که دیگه نمیشناسی. بله فکر کردی من انقدر سادم که با موبایل خودم زنگ بزنم؟ کجایی؟ من هنوز تهرانم آقا شهرم. هنوز تهرانی؟ اگه قراره کجا باشی؟ پرواز داری به سمت نیویورک؟ صبح دیدم سینا مدرسه نرفته، یکی دو روزم تعطیله، گفتم الانه که چالو کلا کنین. نیم ساعت دیگه دفتری ها. بچه ها دوست داشتن تو پاییز شمال باشن، گفتن شمال پاییز رو ببینیم، گفتیم یه سری به ویلا بزنیم. آخه چه روح لطیفی. ویلا؟ تو به اون کلبه خرابه میگی ویلا؟ باشو زود بیا اینجا، مشتری منتظره بره خونه محولاتی رو ببینه. بودو تو مجبورت نکردم برای همیشه بری ویلاتون. اومدی یا؟ پاییزه. کارمون درست شد، باید برم بونگا. آقا من شرمندم، من این کپسول کوچیکا رو گذاشته بودم، اصلا نمیدونم این بزرگه از کجا اومد. الاشکا نمیخواد توضیح بدی. خسته نباشی. فیلم برداری تموم شد؟ بگم بچه ها برن؟ با کنایه حرف نزن، نمیدونی دارن جمع میکنن؟ بفرما. یک روز کامل تحصیلی مدرسه رو تعطیل کردم، عوض دست درد نکنه است. شوره، ما ملک اینجا رو با هم شریکیم، ولی مدیر و تصمیم گیرنده این مدرسه منم. مثلا فیلم برداریتون رو مینداختین روز جمعه، اتفاقی میافتاد؟ اب بردامه ریز بپرس. جوره تو خودت خوب میدونی الکی به من مجوز مدرسه غیر انتفاعی ندادن. پدر مادرام همینجوری رو هوا بچه‌هاشون رو نیاوردن اینجا ثبت نام کنن. من زحمت کشیدم تا به اینجا رسیدم. کجا؟ ببین چه جوری نگامون میکنن. بابا من توی این مدرسه جرأت نمیکنم سرمو سمت سینا بچرخونم، اهی سری تو گوشم پچ پچ میکنن، یعنی من دارم تبعیض قائل میشم. پیشرفته ترین مدرسه خاورمیانه این درد سرم داره نه؟ yeah. الان من دارم با تن حرف میزنم. من دارم میرم دفتر، شما هم جمع کردید میاد دیگه. باشه خانم شکویی، شما برید، خسته نباشید. خسته نباشید آقای والا. سلامت باشی. لطف کنید بگید آقای شالچی در باز کنه بچه ها برن، پدر مادر رو بیچارهش کرده. بله میتونیم بریم آقای والا؟ بله آقا بله. جمع کنید برید دفتر. سلام خوب شکویی. بابا برونزنت کنه چرا بهتون میان؟ اذیت نکن برو کنار. اذیت نمیکنم خوشو فر یه خواهش از شما ازتون. می‌خواستم بگم که اگه اشکال نداره یه دقیقه منو برین سر فون براتون به کارگردان معرفی کنید. ببین من الان کل کار دارم، جلسه دارم. برو شب ساعت 7 میاد. میدونم میدونم الان که نه. میگم یه بار که دوباره رفتین سر صحنه تو یعنی برگشتین منو به خودتون وارد داخل. این عکسو منو دیدین که سر صحنه؟ آره آره صد بار نشونم دادین. دیدین خب خدا عورتونو بیامرزه. فقط کارگردان بگی که من خیلی هم با این مقوله نامانوس نیستم. اگه فقط یه تست چیزی ازم بگیره نقش اصلی هم که نمیخوام. نقش در دیواری. عزیز من هیچ کارم، من طراح صحنه و لباسم، من چه جوری بگم؟ میدونم میدونم خود لوله کش که نیستی، طراح صحنه تو همین مقوله دیگه. شما فقط کافیه سفارش بکنید. من کاری از دستم بر نمیاد. برو میری. من تو خواهش میکنم. برو خدافظ. بشه برادرش. Thank you.
دانش آموزان عزیز، از زحمات همه شما سپاسگزارم. جناب آقای شالچی لطفاً در وا کن، بچه‌ها تشریف ببرن خونه هاشون. آقای شالچی، آقای شالچی در وا کن. آقا من اینجام، پشت سرتون اومدم من. آخه برادر من، پس چرا نمیگی من گله خودم رو بالا کنم؟ بله خانم، چی شده؟ خب، بوش شدم. اگه بده باباش، چیده باباش، جنم، گیه نکنه، گیه نکنه باباش. تو یک طرف عزیزم، عزیزم، تموم خوبم یک طرف، تو یک طرف عزیزم، عزیزم، ببینم شنیدم امروز تو محصه معرکه گرفته بودی. از کی شنیدی؟ هوشنگ میگو. هوشنگ پدر سروش؟ ببین داشت در میرفت مچشو گرفتم. سروش که اصلا امروز مدرسه نیومده بود. چه میدونم، میگفتم دیگه. من امروز اومدم واقعا جدی با شما صحبت کنم در مورد تاثیر مخرب بازی‌های کامپیوتری یا تاثیر نوازش پدر و مادر در حس اعتماد به نفس فرزندان. کدومش؟ گزینه یک. من میگم یه امشب در مورد نقش طلاق در به وجود اومدن بچهای خیابانی و به تبع آن ناهنجاری اجتماعی صحبت کنیم. بریم با هم یک وله ببینیم برمیگردیم. با شما حرف میزنم همه چیو به شوخی میگیرین. با مادرش صحبت میکنم میگه داره بچه‌مو روانی میکنه. تو مدرسه هم که اصلا نمیتونم نگاش کنم. آقا شهرام، واقعا وضعیت این بچه نگران کننده است. وله رو دیدیم، برگشتیم. چیکارش کنم؟ بلش کنم تو خیابون پشت وانتا رو بگیره سوار شه یا تیله بازی کنه؟ فکر می‌کنه داره تفریح میکنه. علی اون جوکر شنیدی؟ یارو بالا شهریه می‌خواسته تفریح کنه. آره بابا، هزار دفعه خودت برام گفتی بالا شهریه گفته می‌خوام تفریح کنم، پایین شهریه گفته من بابام فعل می‌کنه می‌خندیم. عزیز من، چرا شما داری صورت مسئله رو پاک می‌کنی؟ جونم با پاک کردن صورت مسئله که صورت مسئله صورت مسئله یه بابا صورت مسئله رو پاک میکنه صورت مسئله باید باباش بگی صورت مسئله یه بابا صورت مسئله جان این سیدی ها چیه میخری براش از این پسره؟ سیروس اصلا هرکی جونه صورت مسئله بابا صورت مسئله بخیر فیلمی آینی مجاوی این به سن سینا برسه چه بلایی سرت میاره صورت مسئله صورت مسئله صورت مسئله بابا خودم میگم خودم نه جونه لالا بکنی صورت مسئله شهرام جان من امشب میخوام یه واقعیت تلخ بهت بگم سینا مدت هاست که لبخند رو لبش نیومده خدای من داغونم کردی کمرم رو شکوندی علی جوجه بزن چی؟ میگم جوجه بزن بعد برم خونه آخرین باری که سینا خندید کی بود؟ ها؟ اگه الان بیاد بگم بخنده چقدر میدی؟ 4200 تومن. یعنی چی؟ 4200 تومن هستم. سینا، سینا بابا، سینا، سینا، سینا بابا، سینا. سلام. سلام بابا. صورت مسئله سه. سلام دایی جان. سینا جان یادتی یه دفعه باد آنتنمون رو تکون داد اون یارو مجریه چه شکلی شده بود؟ کلی خندید اینجوری. بسیار کج و معوج. اساسا وقتی سیگنال تغییر میکنه تصویر ناهمگون میشه.
سینا جان، خاطرت هست پارسال بهار با هم دیگه فامیل دور هم جمع شده بودیم توی باغ عمو؟ شهرام جان خاطرت هست؟ یه باد خیلی شدیدی میوزید به طوری که خاشاک رفته بود توی مجاری بینی من و سرفه و عدسن تو امان با هم طوری که آتی به شدت همه جنگ با هم واحد میخندیدن و اون بخشش خیلی خنددار بود که اینکه من پرد شد روی صورت اون گاوه که بابات میگفت ازش نگی من گرفتم آشارم یا الله بیا بیا تو بیا بیا تو مجلس مردونه است بیا اومدم ها با اجازت من برم کجا؟ مگه الان شرط نبستی؟ چه شرطی؟ اه مگه نگفتی 4200 میدم این بچه بخنده؟ آقا جان یه دقیقه صبر کن تو که تا الان موندی 5 دقیقه هم روش بیا بیا, بیا سیروس سلام علیکم سلام خوب هستی؟ متشکرم سیروس جانم یادت بهم گفتی دلت میخواد بازیگر شی؟ بله چطور مگه حل شد؟ حل بابا من گلا آقا شرم بابا یه دقیقه بابا گفتی بهش یه دقیقه واسه الان حلش میکنی 4200 هم بهت میدم یه کاری کنیم بچه یه لبخند کوچولو بده سینا جو همون خوبی؟ قربونت بشم با نمکه بسیار با نمک سیاه چیه؟ میخواده بابا تو دارم؟ بله بله ببخشی آقا شرم مذر میخوام زینا جون بابا بابا بیا یه رقه امو سیروس اصلا سیدی آورده من اینجوری میگم بیا دقیقا بیا اصلا سیدی آورده آشان چیز شده نمیخنده چی؟ میخنده عدای داییشو در بر بله؟ عدای شما رو عدای داییشو آقای واله رو در بر آشان من با آقای واله این اقدام تو درستی دارم راحت باشین آقا فقط از حد و حدود خارج نشین الان وضعیت اورژانسیه بفرمید ببخشید میشه رقه بچهتونو پس چی؟ این بچه‌تون رو میگم یه رقه بدین دست من ممنون میشه نه اگه ممکنه دست خالی انجام بده من مواظبم بابا من بچه دستم گرفتم مواظب باشه سینا جون بابایی اون قربونه تو برم تیزه ووز بده ببینم بگو اینه کنداغه چه رنگی اون قربونه تو بشم اون قربونه تو بشم سینا نکن اون قربونه تو بشم اینجا چه خبره؟ سلام خوب شکویی اجده ها وارد میشه سلام خوبه امی امی چی سردی باسه خم کن ببین 4200 تومن رو بدش کن 420,000 تومن بهت میدم امه رو بخندم اگه راست میگی شما رو 4 میلیون رو حساب کنیم امه رو بسه دیگه مزه نریز ببخشید دیگه من دست خالی من همه خانم سیروس نه بابا نه بابا بلی حسنه ببینم اصلا تو امشب اومده بودی اینجا چیکار؟ آنجا نه من داشتم اونجا رد میشه رو باشنم یه سیدی داده بودم به سینا آره تو برم میری تو گفتی منم باور کردم اینجا داشتی رد میشدی خواستم بدم سیدیه رو راه انداخت میتونه راه اندازه نمیتونه راه اندازه بله راه انداخت بد جوری هم راه انداخت برو فقط این موضوع بازیگری بخوام شکوهی بگی نامه تازه کدوم بازیگری تو که نتونستی بخندونیش آقا میتونستم به جان خودم خورو بیرون ببین من جای تمام اون هرچی کارت تو تول میکنم یه بارو پدر پسرش رو جا بوشفه برو بیرون سلام سوسیس برو بابا سوسیس موسیس اوکره تمام شروع خوابه خیالتون بابا این کانون گرم خانواده رو میگفتی بیان امشب شام دوره هم باشیم دیگه بله بله باید با یه روانشناس صحبت کنم باشه صحبت میکنیم چی؟ صحبت میکنیم بله بله نه خانم نه میارمش خونه اینجا زشته چشم تا همین الان جلسه داشتیم دیگه مدرسه کار نداریم لوکیشنمون تغییر کرد
بازم خدا رو صد هزار مرتبه شکر که بله بله الهی من فدای شما بشم. نه با علی آقا بیا مادر زن مجازی مادرته. امر نیست من خدا حافظ خدا حافظ. داماد خارجیتون چطوره؟ میخواد بگه آلن خوبه؟ آره بابا اونم خوبه، از صبح این خرجون میکنه تا بتونه بیلا رو پرداخت کنه. مادره؟ اینقدر کار میکنه جون میکنه بنده خدا تا بتونه این بیل و چه میدونم این صورت حسابا رو پرداخت کنه. سلام مادر. مامان بزرگو ببین، مامان بزرگو ببین. اوی الهی مادر بزرگ قربونت بره. این کجاشه مادر؟ این دقیقاً کلشه مادر جان. ببین این دماغش، این دهنشه. ببین خوده بگیرش بالا پا. بگیرش پایین تر بگیر. اوی الهی قربونو شکلت بدم. تو رو خدا یه ذره بیارش چلو. بیارش رو دیم با چش کنم. بوس کن مامان بزرگو، بوس کن. اینقدر بیس کردم اینو خدا میدونه. الهی مادر بزرگ فداچه. ببینم زنت کجاست؟ خانومه؟ خونه است مادر جان. بچه از صدای جارو برقی میترسید، آوردمش بیرون. تفلک مریم یه دو ماهی میشه جارو برقی نکشیده خونه رو. این جارو برقی تو صدا بده؟ خب یه جارو برقی بی صدا بخرید. اینجا اصلا جارو برقیش هیچ صدا نمیده. مادر بابات اومد. بیا بیا بچه ها کانکت. بیا بیا با بچه ها صحبت کن. ببینم اونجا نون سنگک هم پیدا میشه؟ بله نون سنگک هم هست، اما از دور دل میبره، از نزدیک زهره. ولی مزه نداره. ساختمون رو مدرسهش کردی؟ بله پدر مدرسه شد. آره بابا همین روزا داریم جمع و جور میکنیم که بیایم اونجا و بمونیم. یادمون واسهتون تنگ شده. نه بابا جان من اصلا نمیتونم بیام، مسئولیت 2300 تا بچه با من حرفا میزنی یا جانم جانم. اما من سهمامو میفروشم و میام. من اینجا دیگه نمیتونم بمونم. تا من نخوام شما نمیتونی سهمتو بفروشی. هیچ دعوا شد. به تو که میتونم بفروشم. به من که پول ندارم. کجا میخوای بری؟ مگه نمیبینی میگه نون سنگکاش مزه نداره؟ شهرام دیگه مزه نریز، بسه. من دارم جدی حرف میزنم. اتفاقا منم اومده بودم با شما جدی حرف بزنم. صورت مسئله، صورت مسئله. شوهر دست از این یدندگی و قدبازیت بردار. این بچه رفتار نرمالی نداره. شوهرت که هر حرف جدی یا شوخی میگیره، تو هم هر حرف شوخی رو جدی میگیری؟ میگی چی کار کنم؟ پسر گنده رو بچسبونم به خودم ببرمش اینور اونور؟ هیچی بابا جون، دارن جدی با هم حرف میزنن. شور این پنبه از گوش درار. من برای تربیت این بچه ها زحمت کشیدم، حاضر نیستم به هیچ قیمت کاری رو که دوست دارم از دست بدم. برم اونجا مرده بسوزونم؟ اینجا ژاپنه. حکایت یاروه. برم ظرف بشورم بعد بگم رستوران زدم. اونجا آلمانه. اونجا هر کی... بابا یخ گرد، کجا رفتین؟ سینا برات شام بردم، میذارم مومیز هر وقت خواستی بخور. سیروس بازی جدید آورده؟ سیروس بازی جدید آورده؟ زبون نداری؟ خب من میرم بخوابم، امروز خیلی خسته شدم، فردا صبح زودم باید پاشم. تو هم شامتو بخور بخواب. شب بخیر. Jacob's back here. Come here.
متفاوت متخصص بیماری های روانی، روحی و هوشی. برای گرفتن وقت تفریح از همین الان تماس بگیرید. چند از وقت شما رو بگیرم؟ بله بفرمایید. شما معمولا برای درمان بیماری های روانی تو پیش کی میرید؟ من قطعا میرم پیش دکتر مکافری تا به شما توصیه میکنم بریم پیش دکتر مکافری. ممنونم. دکتر مفاخری همه جا در دسترس شماست. آلمان، آمریکا، نروژ، ایران. ببخشید قربان، شما معمولا برای درمان بیماری های روانیتون پیش کی میرید؟ من معمولا پیش آقای دکتر مفاخری میرم و به شما توصیه میکنم این کارو بکنید. تعطیل چقدر زود پا شدی؟ چرا اونجا واستادی؟ شامت هم که نخوردی. خیلی خوب، حالا که بیدار شدی حداقل بیا یه صبحونه مفصل بخور. من باید برم، خیلی دیرم شده. حالت خوبه؟ رنگ و رود پریده؟ یا صابونه بخور، بعد بشین بازی بکن، درست هم بخون. خدافظ. درو باز نکن، برو به بابات بگو بیاد بریم، بگو ماشین نیاره. خودو ببینم. چشم چشم. بابا چه خبرته؟
سروش در این پارکینگ با نمونه. مزاحم شما نشم. از تو نمیشه غافل شد. سرمو برگردونم رفتی ویلا تو. فکر کنی چون مدرسه دایی تا هر کاری دلت بخواد میتونی بکنی؟ سر صبح، سر حال دوباره دست آروم بیاد پایین بره بالا یه نفس دیگه صدای نفس ها شنیده بشه ماشاءالله عالی بود حیات سکوت مطلق آیواله میخوان چند کلامی برای شما صحبت کنن بچه های عزیز خسته نباشید من زیاد وقتتون نمیگیرم فقط میخواستم بابت تعطیلی روز چهارشنبه از شما و خانواده های محترمتون عذرخواهی کنم امیدوارم که بتونیم تعطیلی روز چهارشنبه رو انشاءالله به یاری پروردگار تو همین هفته جبران کنیم سلام خانم اگه ممکنه من با آقای صالحی صحبت کنم آقای صالحی مشاوره دارن اگه ممکنه چند لحظه دیگه تماس بگیرید خانم محترم عذر میخوام بنده واله هستم از دوستانشون بله خوبی آقای واله متشکرم اجازه بدین ببینم میتونم صحبت کنم خواهش میکنم آقای صالحی آقای واله هستن میتونین صحبت کنین باشه تشریف میارید اینجا صحبت میکنی ممنون نه 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 اصلا اشکال نداره بله جانم خانم نه 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 اصلا من الان دارم صحبت میکنم نه بعدا بابا خانم خب گفتم که این به من عادت کرده خب خیلی خوب سریع باشه کار دارم گوشو بذار رو آیفون ای جانم بابا دیگه نکن نگاه
الو جانا. الو علی. ای بابا من زنگ میزنم. ای بابا این بچه بیقراری میکنه، داشتم آرومش میکردم. ببین از خانم منشی یه وقت بگی خودت بیای ببینمت. رسما قاطی کردی یا؟ ببین من کار دارم، حالا زود بگو ببینم چی کار داری. تو که همیشه کار داری. ببین یه سوال داشتم، اگه یه بچه مدام به یه جایی خیره بشه، هی دستشو بالا و پایین ببره، این چشه؟ بچه کیه؟ خواهر زاده؟ خب طبیعیه، خواهر زاده به دایش میره دیگه. شوخی نکن، به جان تو خیلی نگرانم. ببین علی، من الان خیلی سرم شلوغه، بعد حضوری ببینمه. تلفنی که نمیشه مشاوره کرد، خودت که میدونی گری جان. تو هم که همیشه سرت شلوغه. بابا یه ذره شرایط منو درک کن، 5 دقیقه بیشتر وقت تو نمیگیرم. خیلی خوب، حالا ببینم چه اتفاقی افتاده. بچه چند سالشه؟ با توجه به شرایطی که میگی اون دوچار یه جور پیشفعالی ذهنی شده، از طرف پدر مادر دیده نمیشه یا کمتر دیده میشه، بنابراین دنبال یه جایگزین خیالی میگرده، و اگر این جایگزین موجود یا انسان صحت و سلامتی نباشه خیلی خطرناکه. ببینم درسش چطوره؟ عالیه، درسش خیلی خوبه. بسیار خوب، ببین من دیگه باید قطع کنم، یه قرار میذاریم سینا رو بیا من ببینم. قطع نکن. ببین الان تو موقعی که تو رو ببینم چیکار میتونم بکنم؟ علی من یه روانشناسم، روانپزشک نیستم که دارو تجویز کنم. تنها چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که سعی کنی وارد دنیای توهمش بشی. باید بفهمی که اون چی میبینه و با کی ارتباط برقرار میکنه. آرومتر بفرم تو آیاد ایزم، بفرم. بفرم تو آیاد ایزم. سینا، سینا برای چی اینقدر آروم میانی؟ ها؟ با تو هم میگم چرا؟ خیلی خوب، بفرم تو آیاد عزیزم، بفرم. جای نگران نیست، برو عزیزم، بفرم. سلام بابا. خسته نباشی. عزادم. خسته نباشی. بابا عزیزم، سلام. سینا، چطه؟ چرا اینجوری رفتار؟ برو عزیزم، برو اینجا با نسا، بفرم تو حیات. چی شده؟ یه ذره خون دماغ شده. ببینم. همیشه اینجوری میشی یا سر صورت تو کوبیدی به جایی؟ نه این دانش آموز معمولا وقتی که زیاد زیر نور آفتاب وای میسه خون دماغ میشه. نه عمو، وقتی میدو هم اینجوری میشه. عمو؟ آخر کار خودتو کردی؟ یادم رفت. تو عموشی؟ اشکال نداره عموشی دیگه. بفرما عزیزم، بفرما اتاق بهداشت. اشکال نداره، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. قابل شما رو نداره، اجازه بدین. خرید بوده دیگه. بگو سه. سه تومن ارزی نیست. خداحافظ شما. مردم آزار یه ساله داره زنگ میزنه هنوز میگه خدمت میرسیم، خدمت میرسیم. عابد زاییت بیچاره شدی. چی شده؟ بخونش. از موجود مصنوعی تا مار فرندق به من چه؟ اونو نمیگم، پایین صفحه سمت راست. خانومت بیکار شد. پروژه سینمایی در حال متوقف شدن است. بهتر. قیافمون شبیه جوجه زعفرونی شده. خبرو چه زود میرسه؟ نه بابا، مطبوعات بی خود شلوغش کردن. چی میدونم؟ یه روز از بازیگرش راضی نیست، یه روز میگه فیلم بردارم خوب نیست، تازگی ها میگه داستان فیلمم جذاب نیست. خیلی خوب دیگه، بسته حالا. اصلا حوصله این مسخره بازیاتو ندارم. ما کاری نداری؟ الو ببین، یه چیزی به این پسر سیروس بگو، او هر روز دنبال من راه میفته میاد سر فیلم برداری. حالا مگه تایتانیک دارین میسازین؟
یه نقشم بدین این بازی کنه دیگه. نقش دری، دیواری، لنگر کشتی، چیزی. بابا من چی کارم که بازیگر انتخاب کنم نقش دیوار رو بهش بدم؟ آره آره واسه تو بازیگر خوبیه. آره بابا 60 صفحه عکسای اون تئاتر مدرسه‌شو نشونم داده. باشه خیلی خوب. باشه باشه خداحافظ. سلام قربان. به سلام جناب دکتر مفاخری؟ بله خودم هستم. بابا ایوالا حسین آی دکتر رو میشناسی اونور؟ خرابه. نه دکتر خیلی خوش اومدین. بابا ما همش فکر میکردیم شما آلمانی و آمریکایی جایی تشریف دارین. من همین الان رسیدم، یعنی تازه برگشتم از اون ور. بفهمین بشینی؟ نه من نمیشه. خب قربان ما در خدمتیم امرتون. یه محلی میخوام برای مطب. مگه نداریم؟ چرا؟ چون مراجع کننده ها خیلی زیادن، میخوام در سطح شهر شعبه بزنم. چه جاله، من همش فکر میکردم آقای دکتر اون طرفه. اتفاقا یه جای خوب سراغ دارم، خوراک مطبه، همین دوتا کوچه اون برتر. حسین آقا راه نمایی کن. دفتر آقا مقدم رو میگی دیگه. همراه ما بیا آقا. این بچه خیلی تنهاست، من باید پدر مادرشو ببینم. اگه بتونی. اگه واقعا میخوای به این بچه کمک کنی باید کاری کنی که بتونم. مرتضی حالا شما واقعا مطمئنی که این بچه تو تخیله؟ تخیل نه توهم. این بچه داره با یه موجود مجازی ارتباط برقرار میکنه. گوگولیه بابا. خانم شمایی؟ خوبم بچه خوبه؟ ممنون. امشب یه ذره دیر میام. آره خیلی گرفتارم. باشه باشه نه میام زود باید برگردم. قربانت خداحافظ. باش بسه درد نکنه. من امشب هر جوری شده یه کاری میکنم پدر مادر بچه رو ببینی. ولی مرتضی خواهشن دیگه بهت زنگ زدم خودتو برسون دیگه کار دارم و نمیدونم کنسلش کن. این بهانه ها رو واسه من نگیر. خیالت راحت بشه این یه مورد مورد اورژانسیه. هر وقت تو زنگ بزنی من بلافاصله میام. گوگوزیه بابا. ای بابا. پسرانی؟ آره سیروسه. بذار سوارش کنیم یه ذره بخندیم. جان من، جان من. یه دقیقه صبر کن. یه دقیقه صبر کن. سلام باشم. سلام. سلام باشم. سلام. سلام باشم. سلام. تو چرا مدام تو کوچه خیابون ولوی؟ او تقصیر شماست یا شهرام. یه کار درست درمون واسه ما پیدا نمی‌کنی که از این آلاخون بالا خون نجات پیدا کنی. دو روز اومدی بونگا گند زدی که. راست میگه دیگه. مشتری بردی خونه نشونش بدی با سی دی و دی وی دی برگشتن. او تقصیر من چیه؟ خودشون سوال پیچ کردن. من خود سوال کردم من بعد جواب میدادم دیگه. جواب نمیدادم. ببینم تو از جون این گروه فیلمبرداری چی می‌خوای؟ چطور مگه؟ چیزی گفتن؟ چه میدونم. شوره میگه دائم اونجا پلاسی سرک می‌کشی. چه مرگته؟ آخ آقا شهرام دیگه شما که دیگه بهتر در جریانین. من
خیلی دوست دارم آخه اونجا رو. واقعیتش اینه که من عاشقم. باید پدر میونی کنه تا آدم ساس جوون. نه از اون عشقه که نه من میدونم. اینم حالا کسی هم زیر سر داری یا نه اونجا؟ مال این حرفا نیست. این عاشق هنرپیشگی هم خواهد هنرپیشه بشه. سیروس عکساتو به هموشنگ نشون دادی؟ بله. نه بابا نمیخواد، همونه که با معلم و تربیتشون دارن عینکی دیگه، صد دفعه دیدم بابا. البته بگم من بی تربیت نیستم ها، من رفتم کلاس، یه دوره کلاس بازیگری هم کامل گذروندم. استادمونم خیلی هم خوشش میاد، گفت تو اصلا فقط به درد بازیگری میخوری، به درد هیچ کاری دیگه نمیخوری، فقط میدونی یه موقعیتش پیش نمیاد، اگه شما یه لطفی بکنید زحمت بکشید بگین که من برم دیگه دستتون درد نکنه، خدا از بازیگری کمتون نکنه. چه نقشی دوست داری بازی کنی؟ جنگی؟ عشقی؟ اجتماعی؟ درام؟ ملودرام؟ سایکو درام؟ کدومش؟ ملودرام اجتماعی. ببینید من هر نقشی رو بهم بگم میتونم بازی کنم، ولی همین یه فیلم دارن خانمتون کار میکنن، یه نقشی توش هست، من انقدر اونو دیدم و همش رو حفظ کردم، هم دیالوگاشو هم کل سکانس حفظم، باور کنیم. اصلا اون چیه، من نمیدونم واسه چی بودن شو چه قیافه میگیره، من نمیتونم. اصلا من بیخود نمیگفت وقت تو بیوخ اونجا سرک میکشی. ولش کن بابا، حالا تو که انقدر عاشقی یه تیک از نقشو میتونی همینجا اجرا کنی؟ تو ماشین؟ نه تئاتر. خب آره دیگه. نه این بغل. بله بازی میکنم. بله. آها برو پایین. آقا دست خیابون زشته بازی. بابا ولمون کن سرمونو خورد، بذار ببینیم همینجا بازیشو بکنه دیگه. سلام خوشگلم، چرا ناراحتی؟ آخه من درسمو نخوندم، فردا آقا معلممون دعوا میکنه. خوشگلم ناراحت نباش، من اومدم که به تو کمک کنم که درساتو بفهمی، منتها اگه این آقای والد بذاره. سلام. 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 هر چی زنگ میزنم کسی در وا نمیکنه، مگه سینا خونه نیست؟ چه میدونم، لابد سرگرم بازیه. با عزتو من رفتم. واسه برسونمه. ببین فردا موعد اجارت ها، نیام ببینم خونه نیستی خبردار شم سر از ویلاتون در آوردی. خیالت راحت آقا شد؟ چی شد علی آقا، هر شب یه سری به فقیر فقرا میزنه. این حرفا چیه میزنی؟ سینا امروز تو مدرسه اصلا حالش خوش نبود. سوار چی بینیم چه خبره؟ میرم دیگه، دو قدمه بیا. سینا. سینا دایی. سینا بفرمایید. آقا سینا سر ما رو گنده. دایی شما بازی دیگه بلد نیستی؟ مگه چشه؟ سعی و سالم مشغول بازی. بایدامو بی خودی نگران میکنم. مشغول بازی بله، ولی صحیح و سالم بعید میدونم. ببینم تا حالا شده در بزنین و سینا در رو وا نکنه؟ ما همیشه در خونه رو با کلید باز میکنیم. شهرام خان، یعنی واقعا رفتار حال حاضر سینا برای شما نگران کننده نیست؟ من حداقل ماهی 3-4 میلیون خرج این آتو آشغالا میکنم که این بچه بشینه تو اتاقش بازیشو بکنه. خب اشتباه میکنی. من امروز با یکی از دوستام که دکتر روانشناسه در مورد سینا صحبت کردم، قرار شد با تو و شهره حرف بزنه. در مورد چی میخواد حرف بزنه؟ امروز من با تلفن همرام از سینا فیلم برداری کردم، بردم بهش نشون دادم، گفت من حتما باید پدر مادر این بچه رو ببینم. چی؟ فیلم برداری کردی؟ کوه ببینم، از چیه سینا فیلم برداری کردی؟
شهرام خان میدونم سینا کلا بچه‌ای که تو خودشه، ولی باور کن امروز رفتارش خیلی عجیب غریب بود. اصلا فرق میکرد، هی دستش رو میبرد بالا میورد پایین، انگار داشت به یکی اشاره میکرد. این بچه رو اینجوری نگاه نکن، مارمولکیه، این سر کارتون گذاشته. بعدش هم من خودم چند تا دوست روانپزشک دارم، اتفاقا مطب یکیشون هم همین امروز خودم جفت و جور کردم. این بچه داشته واسهتون فیلم بازی کو، این فیلمه کو، به من نشون بده ببینم. کجا رو نگاه میکنی؟ موبایلتو درار ببینم دیگه. فیلم میخوای ببینی؟ فیلم واسه چی؟ بیا زنده شو ببین یه دقیقه. بیا سینا، اینجا چرا تاریکه؟ داری چیکار میکنی دایی؟ سینا دایی یه دقیقه به من نگاه کن، اسم بازی چیه؟ ها؟ سینا بابا، این همون بازیه که از سیروس خریدی؟ بفرمون گه. آره، از بچه باید درست سوال کرد آقای مدیر. بابا امروز تو مدرسه به کی نگاه میکردی؟ قربونت برم. بفرمون گه هیچ کس. ببینم دایی، تو غیر از این بازی کار دیگه ای بلد نیستی؟ ها؟ به چی نگاه میکنی؟ به چی داری نگاه میکنی؟ یه دقیقه منو نگاه. همه این معلم ها از دستت شاکی هن. میگم با تو هم به چی نگاه میکنی؟ حرف بزن؟ یه دقیقه میگم حرف بزن! حرف بزن دیگه! علی آروم باش دیگه، مثل اینکه خودت بیشتر به اون دوستت احتیاج داری. یا شهرام خان، تو نگاه کن، اصلا رنگ تو رخسار این بچه نیست. دو سه روز هیچی نخورده، اصلا حرف نمیزنه. این همینجوریه، به باباش رفته. وقتی داره کار میکنه، درس میخونه یا یه بازی داره میکنه، حواسش تو کار خودشه. بارها و بارها شده من و شهره گلمونو پاره کردیم. سینا سینا سینا، بیا شام بخور. انگار نه، نه همینجوریه دیگه. الان داری به کی علامت میدی؟ نگاش کن اونجا کسی هست؟ آخه اینجا کسی هست؟ اگه کسی هست پس چرا ما نمیبینیم؟ اینا چیه؟ این سیده اینا چیه؟ چیکار داری میکنی علی؟ آروم باشه، آروم باش. چه خبره شهرام جان؟ چی داری میگی؟ مگه نمیبینی؟ بچه‌ت داره از دست میره، حواست نیست؟ من دوست دارم بچه‌مو اینجوری تربیت کنم. به تو هم ربطی نداره، یعنی به خودم مربوطه. سینا این مسخره بازی رو تمومش کن، اینم خاموش کن، بس دیگه استراحت کن. سلام، حالا چی شده؟ این آشغالا چیه میدی دست بچه مردم ها؟ بابا که همش بازی نها کن، رو جلش معلومه دیگه. من فکر کردی نمیدونم اینا چیه؟ فکر کردی نمیدونم بازیه؟ میدونی چه بلایی سر سینا آوردی ها؟ به من چه بگی؟ من درستشون کردم، من فقط میفروشم، من نفروشم، یکی دیگه میفروشه. زورت به من چرا نکنه؟ دستان تو نمیدونم چی میخوره؟ آقا چی میخوره؟ آقا شما ماموری؟ نه آقا من مامور نیستم. بس به تو چه؟ میدونی این بازیه در خبر جهان رده سنی داره؟ سینا بابا چی شده؟ سینا سینا سینا، من ببینم اینو. سینا سینا این که همش خاموشه. اصلا از شما توقع نداشتم. آخه شما مدیر یه مدرسه هستی؟ شما حق داری آجا، هزار دفعه بهش گفتم آقا جلو در مدرسه بساط نکن، بفهم چی داری دست بچه های مردم میدی. آخه اینا چی؟ آقا هزار دفعه گفتم اینا رده سنی داره، اینا مال بچه ها نیست. شما فکر کردی من خوشم میاد این کار؟ والا من دنبال یه کار دیگه، من مجبور بودم الان این کارو میکنم.
آقا واسه من توجیه نکن الکی، توجیه نکن. آدم یه کاری که دوست داره دنبالش میره پیش رو میگیره، کاری دوست داری برو دنبالش. آدم هر شغلی رو که دوست داشته باشه میره دنبالش، خودش به آب آتیش میزنه. این حرفا نیست، شما خود من سال 1300 بله چی شده؟ مگه سینا حرف زد؟ خب من چه میدونم مادرش کجاست؟ من بلدم کجا نقاط باله. نمیخواد آقا، خودم یک کارش میکنم. باشه خدافیز. یه دفعه هم که بچه حرف زده مادرش خونه نیست، گوشیش هم خاموشه. خب چرا تعارف میکنه آقا؟ بله من بلدم، میبرم به تو. بفرمایید. خب با موتور؟ آره جو با موتور نم زود میام. باشه دیر شد بیا در خونه. بلدی؟ آره بابا باشین. برای چی از این مسیر میری؟ این مسیر خلوتره دیگه، میانواره. ای بابا این مسیر که مسیر خونه شهرام نیست. خونه شهرام نمیریم که، داره میریم سر فیلم برداری. ای آقا مگه قرار نشد من و شما به اتفاق بریم در به منزل شهرام، اونجا سینا رو برداریم ببریم سر صحنه فیلم برداری که مادرش رو ملاقات کنه، بلکه از این حال فارغ شه؟ چی؟ ای بابا میگم مگه قرار نشد؟ کجایی؟ چی شد پس؟ ببین شهرام بیا به این آدرسی که میگم. آدرسو بده من خودمو میرسونم. آدرسو بگو. ببین بیا سمت لیاوران. کادر نباشی، بیا تو کادر نباشی، همین بر بیا. اصلا بازی بلد نیست بکنه، مشکل بازیشه. سلام سلام سلام. خدا رو شکر که بالاخره خودت رو متوجه. خدا نباشی، خدا قوت. سلام علی. سلام. علی تو اینجا چی کار میکنی؟ سلام. چی شد؟ اینو چرا آوردی به خودت؟ سلام خسته نباشی. سلام باسم خانم، خسته نباشی. چی شده؟ حالا چه عرض کنم، تعجب میکنم شما خودت داری تو همچین فضایی کار میکنی، بعد واسه بچت اون جهنم رو ساخت. تو رو خدا دوباره شروع نکن، بگو چی شده؟ این پسره رو برای چی آورده اینجا؟ سینا حالش خیلی بده، مدام داره سراغ تو رو میگیره. سراغ من؟ بله مادرشی دیگه، مگه مادرش نیستی؟ سوغات اونجایی که حسرت رفتنشو داری داره کار دست بچت میده. چه میدونم اینجا رو بلد نبودم یا آقا من آورد. گوشیت هم که خاموشه. آخه خانم شکویی، شما اگه میخواین تشریف ببرید امشب اصلا بعید میدونم چیزی بتونین بگیرید. باید یه فکر اساسی بکنید. خیلی ممنون. بریم من ماشینم اونور پارکه. شهره، شهره، باباش داره سینا رو میاره اینجا. چی؟ باباش داره سینا رو میاره اینجا؟ واسه چی؟ جناب علی
کارا خوب پیش میره؟ والا چه عرض کنم، هیچ بعید نیستش کلا کار ما تعطیل بشه. چی؟ یعنی کل کارو تعطیل بود این فیلم برداری نکنین؟ چرا آخه؟ با ما هر روز دارم میام سر صحنه میبینم بچه‌ی خوبه، همه مستعدن، کار میکنن، زحمت میکشن، چرا حیف آخه؟ سینارو بیاری اینجا که چی بشه؟ خب میریم خونه ببینیم چشه دیگه. پس شما هر وقت بازیگرتون عوض کردین به من خبر میدین دیگه. بله اگه گزینه خوب پیدا کنین دوباره باهاتون تماس میگیرین، دوباره شروع میکنین. خب گزینه خوب منم دیگه آقای کارگران خدمتتون رسیدم، همینو بگم، بگم مثلا رشتم بازیگری بود، یعنی کلی زحمت کشیدم، دوره دیدم، کلاسای بازیگری رفتم، فن بیان، کلاسای بازیگری، تمام جای هنرپیشه کارتونی سوال میکنم پدر بزنه. بابا تو این وضعیت مگه نمیدونی سینا حالش بده؟ خب از منم دارم سینا خیلی وقت حالش بده. اجازه بده جناب، جسارتن چش جسارتاً میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه یه امتحانی بفرم. بله چه عرض کنم؟ بله کیه؟ سلام آقای دکتر، منم شهرام بونگایی. یکم بیاین سمت راستتون. بله جناب بونگایی. ببخشید آقای دکتر، من بچه‌م یه خود حالش بده، گفتم بیارم مطب خدمتتون شما یه نگاهی بهش بندازین. مطب که الان تعطیله، اجازه بدین خودم میام پایین میبینم. مطب اگه الان تعطیله پس تو اینجا چی کار میکنی؟ به به عزیزم. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر وفاقانی عزیز، بالاخره اتون اومد در آوردی. آقا شما اگه ازشون شکایت دارین تشمیه کلانتای ترسه دیگه بشه. ترسه دیگه کنی. جمعش کنی؟ بگم سرویس رو بیان؟ خواهش کردم. آقا یه دقیقه نورا جمع نکنی؟ آقا نورا در نکن، فقط این میشه یه دقیقه بگی لباسش رو در بیانه، من خب چون حسش رو بگیم یه دقیقه لباس رو در آن حسوش چیه؟ ببخشیدم خواهستم. حالش چطور آقای دکتر؟ ببینم این مریض از سیاره دیگه آوردین. چرا این شکلیه؟ بازیگره، گریم داره. سر صحنه بودیم یهو از حال رفت. در معرض هیجان شدید نبوده؟ چرا جناب آقای دکتر؟ دقیقاً در معرض هیجان شدید قرار گرفت. به دنبال هیجان شدید مریضتون دچار پانیک اتاک شده که نورسش کرده. باعث تنگی عضلات قفسه سینه و اسپاسم شدید عضلات شده. آی وی آمینوفیلین دکسا دیازپام بهش دادیم. سرویش که تموم شد آی وی رو دیسی می‌کنیم. یه چست ازش می‌گیریم. پیشنت پرابلمی نداشت، دیسچارج. اوکی. یعنی چی؟ هیچی بابا، 40 50 دقیقه سرمش تموم میشه، میتونیم ببرینش. خیلی ممنون آقای دکتر.
خدا رو شکر خیالمون راحت شد. کجا داری میری؟ میرم ببینم سینا سرومش تموم شده یا نه. بشین، هنوز نیم ساعت از سرومش مونده. میدونی چند وقته با هم روی نیمکت نشستیم؟ خودت لوس نکن خانم شکویی. چرا این پسرتو الان معرفی نکرده بودین؟ بازیگر خوبیه. عرض میکنم خیلی عجیب غریب بود. باور بفرمایید من همچین صحنه ای رو در طول دوران خدمت کاری ندیده بودم از هیچ دانش آموزی. خیلی عجیب غریب بود. دستشو بالا پایین میبرد، اشاره میکرد به کسی که ما نمیبینیمش. آقا شدنی نیست که شما بچه رو با یه مش سی دی و بازی دیجیتالی تو خونه رها کنی به خیال اینکه داری برای تفریح و سرگرمیش هزینه میکنی. سینا دستشو پایین بالا میکرد، با کی ارتباط برقرار میکرد؟ همین عرض بکنم خدمتون، دستشو بالا پایین میکرد، نگاه میکرد، ولی اصلا مشخص نبود با کیه. یه چیزی به ذهنم زده، اگه اتفاق بیفته دستتو میبوسم. آقا نفرمایید، من مخلص شما هستم. در رابطه با همین فیلمتون میفرمایید، راستی این موجودی که تو این فیلمه، این همین فیلمی که خواهر من طراح لباسشه، این چه جور جونوریه؟ این چیه؟ این که جونور نیستش که، یه کاراکتر فانتزیه. تو فیلم ما به بچه‌هایی که درسشون ضعیفه ولی قلب مهربونی داره کمک میکنه. اما از موقعی که داستان سینا رو برام تعریف کردی فهمیدم مشکلات بچهای امروز یه چیزی فراتر از درس نخوندن و این چیزاست. فقط دعا کن که اتفاق بیفته. انشالله که اون چیزی که آخه مرد حسابی این موقع شب قرار شد غور نزنی دیگه. قرارمون این بود که هر موقع من این دو نفر رو با هم دیدم صدات بزنم. الان اینا با همن. ببین معذرت میخوام، من فراموش کردم معرفی کنم. جناب آقای صالحی روانشناس و مشاور، دوست عزیزمون کارگردانن. آقای من معذرت میخوام، فامیل شما رو دعا کن که اتفاق بیفته. انشالله که بیفته. آقای صالحی اشکالی نداره وقتی که داریم با پدر مادر سینا صحبت میکنیم منم اونجا باشم؟ اگه از نظر خودشون اشکالی نداشته باشه نه، جایی داره. جوری جیغ میزنن الان که چی دیدن؟ جونه بری؟ با توجه به اتفاقاتی که امشب برای من تعریف کردید، سینا به خاطر جذابیت‌های این موجود فانتزی از این توهم خطرناک خارج شده، ولی هیچ ضمانتی وجود نداره که تو شرایط قبل قرار بگیره و دچار بیماری نشه. شما گفتید امشب لبخندی رو لبای سینا دیدید که مدت‌ها بود ندیده بودید. میدونید به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که پدر و مادرش رو کنار هم دیده. خب من نه اومدم اینجا نصیحتتون کنم، نه اینکه قضاوت کنم. من وقتی فیلمی که علی با موبایلش از سینا گرفته بود دیدم واقعا ترسیدم. یه توصیه بهتون میکنم، سینا رو هیچ وقت به وضعیت قبلش برنگردونید. پیشنهاد میکنم توی محیطی زندگی کنید، حداقل برای 3-4 روز،
که نه توش دیجیتال باشه نه فضای مجازی. حتی تو این 3-4 روزه از موبایل هم استفاده نکنید. یه جایی مثل شمال، یه کلبه یا یه خونه که حتی توش تلویزیون هم نباشه، توی محیط کاملا طبیعی. بابا چی کار داری میکنی؟ خب برو اون وردر بتکون. خب تو برو اون وردر چوبا رو بشکون. سینا کجاست؟ مگه یادت رفته امروز سینا با بچه های ده مسابقه از سواری داره؟ باریکلا باریکلا از سواری الانه دیگه باید پیداش بشه. اونهاش سینا اومد. سلام پسرم.